فصل پنجم. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا میگویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد و اولین مریضی که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید، آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد، ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید، کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم، شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به او گفت، بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز، روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند، امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت، آن کسی که مرا شفا داد به من گفت، بسترت را بردار و برو. از او پرسیدن، چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود، او را نمی شناخت، زیان محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان، عیسی او را در معبد یافته به او گفت، اکنون که شفا یافته ای، دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت، کسی که مرا شفا داد عیسی است. چون عیسی در روز سبت این کارها را می کرد، یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند. اما عیسی با آنان گفت، پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مصمم تر ساخت، چون او نه تنها سبت را می شکست، بلکه خدا را پدر خود می خوان و بدین طریق خود را با خدا برابر می ساخت. عیسی در جواب آنان گفت، یقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد، مگر آنچه که می بیند پدر انجام می دهد. هرچه پدر می کند پسر هم می کند. زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد. تا شما تعجب کنید. زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند. او تمام داوری را به پسر سپرده است. تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می کنند، پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی‌حرمتی کند، به پدر که فرستنده اوست بی‌حرمتی کرده است. یقین بدانید، هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است، که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد، زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است، به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت.
من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت میدهد و میدانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را میگویم. یحیی مانند چراغی بود که میسوخت و میدرخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم، بر این حقیقت شهادت میدن که پدر مرا فرستاده است. پدری که مرا فرستاده خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خود سرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کس دیگری، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور خواهید کرد؟